میخواهیم پادشاه آسوده بماند، باید هر روز مغز دو جوان را به مارهای او بدهید. چنان بود که هر شب دو مرد جوان، چه کهتر چه از دخمه پهلوان، بشکر ببردید ایوان شاه، همی ساختی را به درمان شاه. بکشتی و مغزش بپرداختی، مرا به اشتها را خورش ساختی. به هر جهت ببینین داستان ضحاک داستان یک ظالم هست که در افسانه های ما در شاهنامه خیلی روش کاملا صحبت شده و تقریبا خانشش مثل این میمونه که ما الان با ضحاک زمان در ارتباط هستیم، ضحاکی که واقعا همون جور که وقتی که میگیم ندانست جز کشتن و غارت و سوختن، همین کاری هست که توی ایران امروز ما انجام میشه، جز اینکه اختلاس میکنن، میکشن، میبرن. و الان هم جوانای ما، تک تک جوانای ما واقعا توی ایران زیر شکنجه و نابودی هستن. و این داستان خیلی همخوانی داشت با امروز ایران ما و من برای همین این رو انتخاب کردم و خواستم که از شاهنامه به هر جهت از اسطوره های ما استفاده بشه و ما تا بتونیم که یک همخوانی رو با ایران امروزمون داشته باشیم. از ایرانیان آزاد مردی بود به نام آبتین، به همسر خردمندش فرانک. آبتین گرفتار مشتگان ضحاک شد و مغزش تومه مارهای او. و اما فرانک خردمند آزرده حال، خسته و داغدار، کودک خردسال را برداشت و به چمنزاری برد. انتخاب این قطعه قطعا به خاطر همخوانی با شرایط فعلی ایرانه و این کاملا واضحه که ایران توی یک دو بحرانی قرار گرفته و این بحران چیز جدیدی نیست. ما بیش از 14 هست که اسیر این ستمگری هستیم و این حکومت دیکتاتور مآب هستیم و چرا که نه، چرا با بازخونی تمامی قطعات ادبی در قالب نقالی، در قالب نمایش، در قالب شعر، هر چی در قالب شعر و ادبیات، چرا ما این رو انتقال ندیم و چرا این رو بازخوانی نکنیم، باز یادآوری نکنیم که ما همیشه این روحیه رو داشتیم و همیشه این دادگری و بیداد رو داشتیم و میخواستیم که مبارزه کنیم و بتونیم اون چیزی که حق انسانی و کرامت انسانی هست رو به جامعهمون برگردونیم، آموزش بدیم. و من خیلی خوشحالم که افتخار این رو داشتم که نقش خوان دادگری کاوه باشم، چرا که این فریاد و عصبانیتیه که من به عنوان یک ایرانی دارم و داشتم با خودم و امروز این فرصت برای من فراهم شد که توی 5 دقیقه حتی کمتر بتونم این رو برای دوستانی که حاضران سالن بودن یادآوری کنم که ما این توانایی رو داریم، ما این قابلیت ها رو داریم، ما این ادبیات غنی رو داریم و بیایید واقعا باید هم صدا شد به هر طریقی، با هنر، با هر ابزار اعتراضی بتونیم این روحیه رو گسترش بدیم تا روزی که ایران رو آزاد ببینیم.